اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام داریم خدمت شما. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت عبدالله الحسین رو، به ویژه چون این شبی رو شب عاشورا، شبی است که خیلی از علما صدقه میدادن، چون واقفن بر این مسئله که اون اتفاق به صورت عینیش برای امام زمان عجل الله قابل رؤیت، یعنی اگر ابا عبدالله یا عاشورا گذروند، امام زمان عجل الله 1170 خورده عاشورا گذرونده تا الان. و این که گفته میشه، مرحوم علامه امینی میگفت شب عاشورا صدقه بدید، قلب امام زمان در فشاره، ماها خیلی درک از این مسئله نداریم، تهش یه نیمچه غم خودمونه، چون خیلی از اون واقعه چیز رو حس نمی کنیم، اون واقعه برامون عینی نیست، یه چیزی میشنویم. تازه یه جاهایی هم به ما لطف میشه، امام صادق میفرماد که پرده رو دل شیعانمون انداخته میشه، وگرنه اگر کامل درک کنن میمیرن. اما اون کشششش هست دیگه، همون کششی که ما رو کشونده آورده اینجا، اون همون فطرت خداخواه ما. بارها عرض کردم در هیچ جایی مثل عاشورا این فطرت تجلی نکرد، این قواعد فطری. ما عاشق عاشوراییم، عاشق امام حسینیم، چون عاشق کمالات خودمونیم، چون برای ما هم این مسیر فراهمه که شبیه این بزرگواران بشیم، منتها خودمون نمیریم. افرادی بودن در عاشورا، عجیب نقل اینها، که یه لحظه به فطرتشون رجوع کردن، از وسط آتش اومدن وسط بهشت. نقل شده در تاریخ که فلان کس تو سپاه عمر سعد بود، آخرای کار بود، تموم شده، فقط ابا عبدالله مونده بود، حلم ناصر ینصرونی گفت و این یه بعد گریه این بچه ها دید، یهوی قلبش لرزید. یعنی این داشته اصیل ماست، مال خودمون، این فطرت روش گرد و خاک گرفته، روش خاکستر گرفته. بعضی موقع این باد که میزنه این آتیش دوباره روشن میکنه. آقا این شعله کشید قلب شمشیر رو برداشت، تو خود سپاه و مرسه شروع کرد به کشتن که به شهادت رسوندنش. این اون مرام رو داشته ته دلش دیگه، باید اون آتیش زیر خاکستر باشه دیگه، اون زغاله باید یه خورده آتیش داشته باشه، اگه سرد سرد شده باشه، اگه خاموش شده باشه، اگه روش آب ریخته باشن دیگه روشن نمیشه. همه شما عزیزان که اینجا آمدید، اون آتش زیر خاکستر رو دارید، در این بدون تعارفه بود. من نیومدم اینجا برای شما مثلا یه پوان خاصی بدم، اونم من کسی نیستم بخوام این کارو بکنم، این واقعیت. یعنی همه شما اون فطرت و ذات پاک رو دارید، حالا روش یه خورده خاکستر گرفته، عیبی نداره، به دم مسیحایی ابا عبدالله اون خاکستر هم کنار میره، به شرطی که بخوایم اراده کنیم از ایشون بخوایم. سبک زندگی عاشورایی انسان رو از پشت غیب، از پس پرده ها و ظواهر و این قشر و رنگ و لعاب دینی پیش میبره، شما رو با غیب آشنا میکنه، به مفاهیم میرسیم. چون عرض کردیم دین یه ظاهر داره، دیشب چه عرض کردم برای شما، دم ببین کار اینا به کجا رسیده بود، وقاحت رو به کجا رسونده بودن، حدیث جعل کردن، به پیامبر نسبت دادن که اگر یه حاکمی قلبش قلب ابلیس بود بازم ازش تبعیت کنند. اینا میخواستن اینا رو تئوری کنن برای اسلام، تئوریزه کنن. امام حسین نذاشت،
او چی؟ امضای من و حسین تایید کنه حکم یزیدو؟ عمرن نمیذارم به خواب شب ببینیدم چین چیزی رو. میکشیم اینو بکشید. فیاسوی افخوزینی آی شمشی را بیاد من رو دربر بگیرید. نه نه چی میترسونی؟ الموت علا من رکوب العاری، العار اولا من دخول الناری. این مرگ برای من بهترین چیزه. شماها مرگی براش میبینید؟ از نظر من این جاودانه شدنه. مگه از اول بشر دنبال جاودانگی نبود؟ یکی از اسرار کربلا راز جاودانگی بشره. از اول دنبال نم آب حیات میگشتن، نمیدونم خضر فرخ‌پی کجاست و از این حرفا. راز جاودانگی بشر کربلا. عاشورا میخوای تا ابد زنده باشی یا عاشوراییشو؟ تن هر کس به عاشورا خورد، تن هر کس به اهل بیت خورد، متفاوت میشه. فکر کنید چیه حاج قاسم انقدر متفاوت میکنه؟ اما این همه شهید دادیم، این همه آدم، اوه طبیعی بودی تشییع جنازه؟ این محبت تو دل مردم طبیعی بود؟ میدونی چرا؟ چون از حرم اهل بیت دفاع کرد. چون از حریم اهل بیت دفاع کرد. وقتی سامر را داشت سقوط میکرد، بغداد داشت سقوط میکرد، ایشون بلند شد رفت مستقیم خودش حضور پیدا کرد. ماشین 6-7 تیر خورد مستقیم. وقتی دست این اراذل اوباش میخواست برسه به قبر مطهر حضرت زینب نذاشت. مگه ندیدید این بیشرف ها با قبر حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی چیکار کردن؟ قبر رو کندن، پیکر مطهرش رو بیرون آوردن، بردن معلوم کجا چیکار کردن. گفتن شرکه. شما الحمدلله همه تون غیرتید. شیعه باید میمرد اگه قبر اینا بخواد به حرم حضرت زینب برسه، دست اینا برسه به حرم مطهر اهل بیت. امشب میخوام راجع به یه چیز دیگه ای صحبت بکنیم. با یه حدیث از امام صادق شروع میکنم. حدیث جالبی. امام صادق میفرماد ان امرنا سر، به راستی امر ما ائمه، امامت ما، ولایت ما رازه. سر فی سر و سر مستتر، راز اندر راز و سری پیچیده با راز و پوشیده. و سر لا یفیده الا سر و سر علی سر و سر مقنع بسر. سری است که نمیتونی از آن فایده بگیری مگر با سر. این چی نشون میده؟ یعنی با نگاه ساده و همینطور الکی نمیتونی شما بیای تو کربلا برداشت کنی بری. یکی از رازآلودترین اتفاقات هستیه کربلا. شما نمیتونی سطحی بیای باش برخورد بکنی. با چه نگاهی ما باید وارد دین بشیم تا گرفتار این سطحی نگری و قشریگری توی دین تدین نشیم؟ متوجه باشیم عوام فهم کردن مسائل دینی، اینکه مردم عادی سر در بیارن، با سطحی کردن اون متفاوته. ساده سخن گفتن به معنی سطحی کردنش نیست. بعضی موقع خیلی افراد پیچیده حرف میزنن و دینداری و تدین و برداشت از مبانی دین رو سطحی سطحی میکنن. نگاه میکنی این زندگی طرف، میبینی هیچی، خلاصه شده حالا 5 بار نماز میخونه و هیچ تکانه‌ای تو زندگی نادم نیست. یا خط صاف مستقیم مثل همینه که نوار قلبشون دیگه صاف شده، مردن، مرده متحرک. کربلا میخواد به ما یاد بده که چجور بتونی از این مسائل درس بگیری. و
برای همین هم پیچیدگی ها داره. 1400 سال گذشته از این واقع، از یه اتفاقی که گزارش شده تو تاریخ. گزارش جدید که از کربلا نداریم که، همون قدیمی هست داریم میخونیم، اما هر بار داره یه چیز جدید ازش کشف میشه. خیلی جالبه، هر بار داره یه اثر جدید ازش میگیری. انگار هزار هزار لایه و بطن داره، هر چی برداشت میکنی میبینی بازم چیز جدید عرضه میکنه برات. تک تک ماها ما خودمون ارتباطات شخصی و دلی خودمون با امام حسین داریم. به تک تکمون رجوع بکنی، حرف بزنی، میگه فلانجا تو زندگی میگیر کردم، اینجوری شد، اونجوری شد، فلان شد، بهمان شد، میبینه یه رابطه با امام حسین داری. برای تک تک ماها نشونه فرستاد امام حسین. میخواستم فلان گناه انجام بدم، یهو دیدم صدای هیئت داره میاد، بیخیال شد. میخواستم این کارو نکنم، اینجوری به دلم افتاد. اینقدر از این مثالات. آقا میخواستیم بریم اربعین، پاسپورت جور نمیشد، اینطوری شد، اونطوری شد. آقا رفتیم اونجا، ماشین گیرمون نمیمد، اینجور شد، اونجور شد. برای اینکه یک سال نیمه شعبان عرض کردم، خدا برای تک تک ماها برنامه هدایت جداگانه بر مبنای شخصیت و خلق و محل تولد و خانواده‌ای که در آن متولد شدیم جدا جدا داره. رب مربی مربی برای هر کسی یه جور تمرین میده. توی باشگاه ورزشی میریم، این آقا به یه نفر میگه آقا تو 10 تا پرس سینه بزن، تو 50 تا، تو از این وسیله استفاده کن، تو از اون وسیله استفاده کن. مهم برای اون کسیه که دل بده دیگه. این نشونه ها رو ببینی، کربلا پر از این نشانه هاست برای هر کسی که بخواد برداشت کنه. یک سخنرانی بنده دارم، آره، اون کسی که شاید مثلا اولین بار عرایض ما رو میشنن یا به قولی پیگیر عرایض بنده نیستن، فکر می‌کنم 40 بود انجام دادم، شاید هم پارسال تو همین نیتم هم گفتم، یادم نیست، که این السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، این که امام حسین وارث اهل بیت میشه میبینی یعنی چی. بعد اونجا بحث رو مطرح کردم که خیلی از انبیاء الهی چیزایی رو وعده کردن برای خدا که طبیعتاً باید رو زمین این اتفاق میافتاد، نشد. همه رو ابو عبدالله گردن گرفت، همه رو گردن گرفت. اونو مفصل بحث کردم دیشب، یکیشو براتون خوندم. آقا وارثان موسی کلیم الله، آخه اصلا حضرت موسی پدر امام حسین نیست، اینا از شاخه اسحاقن، امام حسین اینا از شاخه اسماعیلن، این ارث پدری نیست، این ارث نبوتیه. چی فرمود؟ گفت به مادرش وحی کردیم بچه تو شیر بده، بچه شیر خوره تو، ولا تخافی، نترس، ولا تحزنی، ناراحت نباش، بنازش تو دریا. شما خانوما کدومتون بچه تو میندازید تو دریا؟ میگید مرگ حتمیه، بنازمش تو دریا. انا رادوه الیک، ما برش میگردیم. با اعجازه دیگه ها، باید یه شیرخواره تو کربلا بره و بر نگرده. اسماعیل بچه 6 ماهه تشنش شد، رو زمین گرم گذاشتش، بین صفا و مروه میدوید دیگه. این بچه طبیعتا باید میمون. معجزه شد، از زیر پاش آب جوشید، مادرش ترسید، به همون زبون گفت زم زم، یعنی بیست بیست، به آب گفت. اون چشمه هنوز داره میجوشه، بچه باید میمرد. نمرد، عیبی نره، عوضش یه بچه 6 ماه از تشنگی. اسماعیل رو بردی سر ببری، سر بریده نشد، خب چاقو که باید میبرید. و تلهو للجبین، تأکید داری که وقتی خواست سر ببری در حالتی بود که پیشونیشو به خاک گذاشت ابراهیم. چرا این تیکر داره میگی تو قرآن؟ اما اینجا اون قربانی پذیرفته میشه. بابا
با همه انبیاء الهی تو صف گرفتن از ابا عبدالله هم. بعد این سفره برای من و تو هم فراهم. امشب شبیه که قلب تو بدی دست امام زمان، قلب تو بدی دست ابا عبدالله، قلب تو بدی دست حضرت زینب. بگی من نمیدونم این دل چی براش خوبه، من که عقلم نمیکشه که، من اصلا نمیدونم چه مرضایی تو این دله. شما این دلو دست بگیر، خودتون چیزی که برام خوبه بهم بده. من که درست نمیفهمم، من که صلاح خودم رو نمیدونم که. یه بچه کوچیک رو بهش بگی چی میخوای، میگه دار و نداره تو بابا بفروش شکلات بخور، نمیفهمه چی براش خوبه چی براش بده. امر دین پیچیده به اسراری است که درک نمیشود مگر با سر. نه صادق داره میفهمه. امشب بفهمیم که همین دونستنا، همه این خوندنا، همه این شنیدنا، همه این منبر رفتنا، همین کتابایی که خوندیم، این همه سرعت، این همه تنوع، ویکی‌پدیا، گوگل، سرچ، شارش اطلاعات، بارش اطلاعات، چی کار کرده با روح من؟ چقدر این قلب منو تکون داده؟ همه فکر میکردن عصر انفجار اطلاعات بسیاری از جنگ ها رو تموم خواهد کرد. چرا؟ چون مردم بسیاری از دشمنی هاشون از سر ندانستنه. این وهابیه میگه آها این شیعه ها مشرکن، اینا علی ابن ابی طالب خدا میدونن، چون نمیدونه دروغ بهش گفتن. میاد حالا سرچ میکنه، میره تو سایت فلان مرجع شیعه، ازش میپرسه شما علی رو خدا میدونید؟ او هم میگه نه خیر، پناه بر خدا، اعوذ بالله، پناه برم به خدا از این سوال تو. بعد میگه ای ما اشتباه میکردیم. چرا نشد؟ چون سطحی سطحی موند. چون اساسا ته دیگه این نگاه برخی از دینداران همین شده که همین احکامش رو ساده انجام بده، که باید انجام بده ها، که باید انجام بده، برداشت غلط نشه. این انسانی که امروز تو این عصر حاضر داره زندگی میکنه اصلا نمیدونه چیو باید بدونه، چیو نباید بدونه، نمیدونه کدوم دانستن براش خوبه، کدوم دانستن براش بده، به خدا نمیدونه. اصلا یه سری از دانایی‌هاش مانع شده که فهم بیشتری داشته باشه. یه اطلاعات غلط راجع به یه مقوله‌ای داره، دیگه بدش اومده، دیگه نمیره تحقیق درست‌تر کنه. میگه این آدمو میگین حالم ازش به هم میخوره. چرا؟ یه چیز ازش شنیدم. این آدم عصر حاضره. نه من اینقدر از این نمیدونم، فارسا بدم میاد، ترکا بدم میاد، از عربا بدم میاد، از عجما بدم میاد. و چی بدت میاد؟ اینا این جوریان. کینو گفته؟ تو اینترنت نوشته. تو اینترنت نوشته. دانایی که مانع فهمه. بعد میبینیم اهل بیت به ما یاد دادن خدای ما پناه میبریم به تو من علم لا ینفع، از اون علمی که سود نرسونه، از اون علمی که ما رو بدبخت کنه، از اون پناه ببری به خدا، از اون فقاهتی که تو رو 12 بار پیاده حج ببره بعد سر امام حسین تو ببری شمر. خیلی شنیدید، جاشو یه بار دیگه بگیم. عبدالله ابن عمر میگه من سال بعد کربلا شمر رو تو حج دیدم، دیدم آدم ها رو دورش جمع کرده دارن سوال میپرسن. ببخشید حضرت های شمر، بله بفرمایید، شما سوالتون رو بپرسید. اگه یه پشه‌ای رو دستمون بود زدیم کشتیمش، این خونش نجس یا نه؟ جناب آقای شمر دارن پاسخ میدن بله بستگی داره آقا، احکام اسلام به این سادگی ها نیستش که. باید ببینیم این پشه اینجا خونه رو خورده، خونه دست خودته، یا خونه یکی دیگر رو خورده تو شکمش زدی ترکوندی. اگر خونه دست تو باشه نجسه، اگه خونه یکی دیگه باشه نجس نیست. احسن بر شما. آقا سوال بعدی شما بفرمایید بپرسید. می رفتم جلو گفتم تو پارسال خون بچه پیغمبر رو ریختی، الان داری دمدو خون پشه فتوا میدی؟
چقدر از این دانستنی های نجس داریم که مانع فهم بیشتر میشه. چقدر تو خواسته هامون این بود که خدای نکنه نمیفهمم، خدای نکنه دارم شمر میشم، من از این باید بترسم، من از این باید تو خوف باشم، من اصلا شب عاشورا باید تو خوف باشم از این که مبادا منم از جانبازی جنگ صفین تبدیل بشم به قاتل امام زمان، و امید داشته باشم امثال هر رو ببینم بگم یا آقایی از دست ما رو میگه. یکی از مسئولین عقیدتی سیاسی ارتش مصر، تو ارتش مصر مسئول مسائل دینی بود، بالاخره کشور اسلامی درست سکولاره اما بالاخره چهار نفر اونجا نماز هم میخواستن بخونن، گفتن یکی بذاریم اینجا جواب اینا رو بده. حسن شحاته، ایشون شیعه شد، هزاران نفر رو در مصر شیعه کرد، یه خوردم دیگه یه جای تند شد، یعنی دیگه شیعه که شده بود بابت سالها انحرافی که تو ذهن جوانای مردم کاشته بود میخواست سبقت بگیره اونا رو پاک کنه، دیگه خیلی تند صحبت میکرد، وحدت رو به هم میزد. آقا یه روز دور خونش دوره زدن، فیلمش هست تو اینترنت بزنید نگاه، منتها این فیلم روز عاشورا نگاه نکن، قشنگ میبینی که هر کی هر چی دستش رسید زد یعنی چی، یه جای میفهم، میبینی با موتور از روش رد میشن، تناب میبندنش میکشنش تو خیابون، یه جای صحبتی داره میگه من نمیدونم اون آدمایی که گمراه کردم از دستم دورن دیگه نمیتونم پیداشون کنم و چه خاکی تو سرم باید بکنم، فقط یه امید دارم. بعد مخاط این حرفش هم از تو اینترنت سرچ کنید میاد، میگه فقط یه امید دارم، امیدم بینی که دیدم ابا عبدالله با هور چجوری برخورد کرد. و سر تو بالا بگیر، عجب اسم قشنگ مادرت روی گذاشته، تو حری آزاده ای، خیلی دونستن ها هست ما رو بدبخت میکنه، در حالی که خیلی از اسرار الهی تو همین روزه ها تو همین حس و حالای خوب تو مراسم ها داره بر ما عرضه میشه، منتها چون این کار نیستیم نمیفهمیم چی، این عنایاتی که داره میشه نمیگیریم چی شده. باید کاری کرد اون حقایقی که و اون اسراری که روح ما رو جذب کرده آورده اینجا، خودآگاه ما هم بفهمه اون چی. ما خیلی وقتا تصمیمات ناخودآگاه میگیریم، روانشناسا میگن اینو بعد از ناخودآگاه در بیاریم ببریم تو خودآگاهش تا بتونه اینو عاقلانه تصمیم بگیره. یو یه چیزی بدت میاد، میبینی بچه بودی یه همچی اتفاقی برات افتاده خبر نداشتی، تو ناخودآگاهت ثبت شده، بزرگم شده دوست نداری، مثلا اون محیط رو دوست نداری، از چه میدونم آدمایی که این ریختی هن خوشت نمیاد، ناخودآگاهه، میگه اینو بگرد پیدا کن، روانشناسا میگن مشاوره میدن اونو پیدا میکنن، گره رو پیدا میکنن برات باز میکنن که مسئله برات حل شه. خیلی جاها روح ما داره خوشش میاد، کشش داره، بعد اینو بگرده تبدیل کنه به خودآگاه. واقعی کربلا بسیاری از این ظواهر رو معنادار کرد. اقبال لاهوری قشنگ میگه رمز قرآن از حسین آموختیم. مثلا قرآن نمیفهمیدیم یعنی چی؟ قایم قرآن داعشی هم دارن میخونه. ذاتش او شعله ها اندوختیم، تار ما از زخمهش لرزان هنوز. میگه بعد 1400 سال اگه الان آهنگ هست تو هستی، به خاطر اون ضربه‌ای که او به این تاره هستی زد. تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. شهدای کربلا میدین چی شده بود؟ روحشون این عظمت رو دریافته بود، روحشون با ابا عبدالله گره خورده بود، این کششه اینا رو میبرد. حالا یه خورده راجع به اینا حرف بزن. اول اینکه هیچ بنبستی برای رسیدن به امام
و ذوب شدن در او وجود نداره. هیچ فاصله مکانی و زمانی نمیتونه مانع بشه. مگه اویس رو شما نبینید؟ اویس در یمنه، پیامبر رو ندیده، پیامبر برای او دوستش داره، او پیغمبر رو دوست داره، میگه در یمنی پیش منی، ضرر المثل شده. آقا این کشش بین من و امام حسین میتونه به وجود؟ بله، چرا نه. یعنی که انه تو کربلام؟ بله. که انه همون شب تو خیمم؟ بله. چرا نشه؟ منتها باید این ویژگی ها در خودم به وجود بیارم دیگه، اون ناخودآگاه رو به خودآگاه بکشونم. اون جوونی هم که حالا شاید شب چه میدونم هیئت بیاد، دختربازی هم بخواد بیاد، او یه کشش دیگه او رو داره میکشونه. خودآگاهش به خاطر سبک زندگی چه بره دیگه میره. اما فقط کافی پا روزه بشینه یا از غیرت حضرت عباس بشنوه، یا ببینه که از دردآورترین روزه ها که خیلی ها بهش نمیپردازن و کار خوبی هم میکنن، باید همینجور سربسته بمونه، روزه معجره، روزه روسری هاست، بعد اینجا یه تکونی بخوره، خودآگاهش رو تنظیم بکنه با اون ناخودآگاهی که روحش به اون میل داشته. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد، همون روز اول رسید، یه سری از سران قبایل گرفت، یه سری قلع و قم کرد، یه بدبخت بیچاره بلند شده تو اومده بود ارث و میراثش رو تو کوفه بگیره، مال شام بود، غریبه بود بدبخت، اون رو همون روز اول گرفت گردن زد جلو ملت، مسافر بود، گفت ما باید یه چند تا رو بکشیم که یه عده با ترس برن تو خونه هاشون، یه عده رو پول میدیم با طمع میرن تو خونه هاشون، یه عده رو با عملیات روانی میترسونیم اونا میرن تو خونه هاشون، ببینم کی پشت سر مسلم میمونه. راست گفت، همین شد. گفت سپاه شام داره میاد، ترسوها رفتن، یه گردن هم زد، شروع کرد پول دادن. گفتم به بعضی از اینا 120 میلیارد تومان بیشتر، الان با قیمت طلای الان حساب کنی خیلی بیشتر. ببین چند هزار دینار به بعضی از اینا پول داد، هر یه دینار 4.25 صدم گرم طلا، ضرب و تقسیم کنیم قیمت، ببین عددا خیلی گنده، این مال قیمت مال پارسالمه. همه رو زد کنار، بدبخت بیچاره هم گرفت گردن زد. آقا قتل انجام دادی، قرآن میگه یه نفر رو به ناحق بکشی انگار کل بشریت رو کشتی، قرآن از خودش میگه. پس قرآن اینجوری میگه؟ بله. هفت نفر گارد ویژری دور تا دور کوفه رو بستن، علل خصوص محل شیعانو. شیعه هم به این معنی که ما فکر میکنیم بارها عرض کردم نبوده، شیعه اون موقع اینی که ما هستیم ما میگفتن رافضی، یعنی کافر، کافر میدونستن ما. شیعه اون موقع یعنی خلیفه اول قبول داشتن، خلیفه دوم قبول داشته، عثمان خلیفه سوم قبول نداشته، حضرت علی رو قبول داشته. یعنی تو چهار تا خلیفه که اهل سنت قبول دارن فقط عثمان رو قبول نداشته، بهم میگفتن شیعه. عثمانی ها کیا بودن؟ اونا هم باز خلیفه اول دوم قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، حضرت علی رو قبول نداشتن، به اونا میگفتن عثمانی. اکثریت جمعیت هم اینا بودن، یه محله تو کوفه دست اینا بود، یه محله هم دست اینا، یه نفر از این محله میرفت و محله میکشتنش. جو به لحاظ سیاسی به شدت دو قطبی، به شدت دو قطبی. اینا امیرالمومنین و اولادشو قاتل عثمان میدونستن، برای همون روز عاشورای دین شعار میدن یا لسارات العثمان. زهیری که به ابا عبدالله پیوسته عثمانیه، حضرت 10 دقیقه باهاش صحبت کرد، شبهه سیاسیشو پاسخ داد، گفت خدا منو ببخشه بابت این نگاهی که نسبت به شما داشتم تو دلم، باید اصلاح کنم این نگاهو. اومد جان داد در راه ابا عبدالله، شروع کرد سپاه عمر صد آگاه کردم، بارا عرض کردم بابا من زهیرم، من از خودتونم، من عثمانی مسلک بودم، اشتباه داریم میکنیم. اینجا دیگه هل هلا رفت بالا. دور تا دور بس، علل خصوص محله شیعیان.
شهر بسته، هیچ کس نمیتونست بره بیرون. سپاه کوفه تو نخیله جمع شده بود برای اینکه خودشو اعزام کنن برای جنگ با ابا عبدالله. همینطور آدم گسیل میکرد، میگو برید برید اونجا، برید برید، هر کسی سر برای من بیاره معادلش طلا میدم، برید. مسابقه گذاشت برای یه چیز محدود که خوب مسابقه شکل بگیره. سن و سالی هم نداشت، 20 خورده سالش بوده ابن زیاد المعاد. هفت نفر معروف، یه گروه هفت نفر گارد ویژه رو شکستن، فرار کردن. سه تاشون نزدیک 90 سالشونه. هفت نفر. حبیب ابن مظاهر، یا درستش حبیب ابن مظاهره، مسلم ابن اوسجه رحمت الله علیه، انس ابن حارثی که چند شب پیش راجبش حرف زدم، پسر مسلمه، عبدالله ابن عمیر کلبیه، اینا شکستن فرار کردن، خودشون رسوندن. هیچ بنبستی نمیتونه بین تو امام زمانت فاصله بندازه، فقط تو اراده کنی. امامم غایبه، پشت حجاب هاست، اراده نکردیم، هیچ بنبستی نمیتونه. اصلا امام ماست، خدا فرستادش ما رو هدایت کنه. یکی از وظایف امامت اینه، ما اراده نکردیم. ما اگه تو دلمون نگاهمون به امام زمان، یه امام زمان حی و حاضر و آگاه و ناظر بود، اصلا جرأت گناه میکردیم؟ نیست. میگیم ما لغلغه زبونه. کسی روز عاشورا، کسی جلو امیرالمومنین جرأت میکنه گناه کنه؟ بعضی اینجوری بودن ها، اما زمان امام صادق مثلا بعضی از این آدم ها محبم بود، امام صادق هم دوست داشت، داشت میرفت یکی کنیزه آمد در رو باز کرد، دستشو زد به این کنیزه، بعد رفت تو امام صادق فرمود مادرت به عزاد بشینه، چیکار کردی؟ گفت ای شما پشت دیوارم میبینی؟ این نگاه شب عاشورا، شب پیدا کردن امام زمانه، که بابا یه جماعتی امام زمانشون رو درک نکردن، بهش گفتن بیا، پایه نبودن، سر حرفشون نبودن، شده عاشورا. برای همین یه عاشورا بس، خدا دوست نداره حبیب خودشو غرق در خون این طور ببینه. یه امام حسین بس برای اتمام حجت با همه، که توی که میگه العجل بیاد پاش وایستی، فردا اومد گفت آقا زار زندگی تو ببخش، میبخشی؟ فردا اومد گفت آقا این خونت کجاست فلانجا، 6 تا، خب عیبی نداره خونت رو سریع بفروش، پول پیش خونه کن بده 6 نفر برن خونه اجاره کنن. ثانیه ای فکر میکنی میتونی به وجود بیاری اینو؟ هیچ صد نیست. یاد دادن شهدای کربلا، که از اسرار کربلا اینه، تو بخوای برسی میرسی، دست تو میگیری. آقا شما در وصف عبدالحسین برونسی، شهید جنگ خودمون، این چقدر آدم فرار کرد که کسی اینو نشناسه، کتابش شد پرفروشترین کتاب بعد از شهادتش. رفقاش مفتن میگو، برمیگش به رفقاش میگو ببین من میدونم اون گلولهی که میخواد به من بخوره تو کدوم جعبه مهمات هم. گو تو چی میگی؟ میگه یه روز دیدیم، من بالای 10-15 سال این کتاب خوندم، قریب به مضمون عرض میکنم، میگه یه روز دیدم اینو دارم برمیگرن عقب، گلوش تیر خورده، گلوش، بعد منتها آسیب جدی ندیده. با خودم گفتم من این میشستم این یه قصه ای داشت. مسیر رو برگشتم رفتم دیدم یه جا روی سنگ با خون نوشته شده یا حسین یا زهرا. گفت رفتم بهش گیر دادم، گفتم بگو قصه چی؟ گفت آقا تا زندم جای نگی. گفتم باش. گفت یه جا از خدا خواستم، خیلی دوست دارم با خون گلوم بنویسم یا زهرا، بهم هدیه شو دادن. گفت یه خراش انداخته بود فقط خون اومده بود که بنویس. بعد 1400 سال من دوستم شبیه شما
انقدر از این ماجرا خب آقا آدمایی که اینا رو دیدن زندن، آدمایی که با برونسی بودن زندن. یک کارگر ساده ساختمانی بود تو مشهد، سوادم نداشت، فرمانده شده بود، زن و بچهش نمیدونستن، با خبر شد برای زن و بچهش، یه دونه ماشین لباسشویی بردن اینم چی به خاطر سختی اومد گرفت انداخت بیرون، گفت بیت الماله، من وظیفه‌مو دارم میرم میجنگم. دست باباشو میگرفت برداشت برد تو جبهه، میگه با من کاری ازم برمی، بیا اینجا آشپزی کن. بابا جان میخوای نفله بشی، بیا شهید شو، خب بیافتی بمیری عادی، بیا شهید شو. دوست داشت باباشه، دلش میسوخت. بری یه جا بگی آقا یه فرهنگیه، میگه باباشو دوست داره، میگه که بیا بمیر. واو اینا دیگه کیه؟ نه او نمیگه، میگه بابا جان بیا شهید شو وگرنه میمیری، بیا شهید شو وگرنه میمیری، دیگه دست در دنیا و همه چی کوتاه، اما اگه شهید بشی دستت بازه، ابدی شدی، جاودانه شدی. یه روز حبیب رحمت الله علیه نشسته بود کنار میثم تمار. میثم که میدونید دیگه، میثم از امیرالمومنین اتفاقات آینده رو شنیده بود. اینکه تو زندان به مختار میگه، تو همین سریال مختارنامه نشون دادن، این هست. حبیب یه تیکه انداخت به میثم. با هم نشسته بودن، میثم خرما فروش. بعضی جا هم دیدم میگن اصالتا ایرانی بوده. میثم به حبیب با هم دیگه نشسته بودن، حبیب برگشت بهش گفت میبینم یه بند خدایی رو میبینم که تو کوفه به دار زدنش، دست و پاش هم قطع کردن. حبیب میثم، میثم خندید گفت منم یه سری رو دارم میبینم رو نیزه دارن وارد همین کوفه میکنن، سر یه پیرمردیه. روزی که دیگه راه ها رو بستن، خبر رسید ابا عبدالله رو تو کربلا سپاه ها رو متوقف کرده، همه فراری بودن دیگه، حبیب، مسلم ابن اوسجه فراری بودن. حبیب بن مظاهر مسلم رو جلو در یه عطاری دید، گفت اونجا چیکار میکنی؟ گفت دیشب خواب دیدم آقا رسول الله اومده به خوابم به من فرمود مسلم محاسن تو خضاب کن. گفتم بیام حنا بخرم، از مخفیگاهش اومده بیرون، من حنا بخرم فرمایش رسول الله رو زمین نمونه. حبیب برگشت گفت تو چرا متوجه نیستی؟ تعبیر خواب دین نیست، سید الشهدا نامه برات فرستاده، امام حسین برات نامه فرستاده، باید بریم کربلا. اینا مکالمه دوتا پیرمرد 90 ساله است، 80-90 ساله، میگن از خانواده هاشون هم خدافزی نتونستن بکن بعضیشون، فقط میگن مسلم دست پسرش خلف و گرفت و خودش آورد. با وجود محاصره شهید خودشون رسوندن. وقتی مسلم و اوسجه به میدان رفت شهید شد، زنش هم خودش رسون میکرد برای خانواده نگاه کن، پسرش صدا کرد گو اگر ازت راضی نیستم اگر الان نری، جلو چش حسین خونت ریخته نشه، دست به اون نباید برسه. پسرش بچه سال بود، سن و سالی نداشت، نوجوان بود، شمشیر رو برداشت و هم رفت به میدان. همین مسلم شب عاشورا یه عباراتی داره برای شما بگم. ای سید ما و مولای ما، حضرت فرمود بلند شهر که میخواد پاشه بره، آیا ما شما را تنها بگذاریم؟ اگر چنین کنیم فردای قیامت در محضر عدالت جواب جدت پیامبر را چه بدن و چه عذری بیاورم؟ به خدا سوگند از تو جدا نخواهم شد تا نیزم را در سینه این کفار بشکنم. یعنی انقدر می جنگم نیزه رو تو سینه شون می شکنم، و تا قبضه شمشیر در دست من است و شمشیر تو دست من دستم نیفتاده، یعنی تا آخرین قطره خونم به جهاد ادامه می دم، و اگر اسلحه هم برای من نماند، شمشیرم از دست افتن، با سنگ می جنگم. در مورد شهدای خودمونم گفتن ها،
وقتی گفتن جاده رو نگه دارید باکری، بچه های عاشورا، آقا بیسی میزد میگفت آقا ما دیگه هیچی نداریم، اصلا نداریم، ما داریم با کلاشینکوف داریم میجنگیم جلو تانک. گفت بازم وایسید نگه دارید. باز دوباره بیسی میزد گفت گلولمون هم تموم شده، سنگ داریم پرت میکنیم. خدا اصلا عاشق اراده های فولادینه، دنبال این اراده، دنبال این بچه پرروها میگرده خدا، دنبال این آدمایی که هرگز بن‌بست ندارن. میگه خدا یه راهی برای من باز میکن. اونجا آب بسته بودن، گل بود، میگفت دوباره بیسیم زدم، میگفت ببین سنگم دیگه نیست، دست میزنیم تو این آب و گل برمیدارم پرت میکنم سمت. میبینیم بعد 1400 سال همین حرفا دارن زده میشه. برای چی به فلسطینی ها به غزه یا میگن شیعیانی که دست بسته نماز میخوانن؟ من که 60-70 ساله اسلحه ندارن با سنگ میزنن جلو تانک، اما تسلیم نشد. این شغالای حاشیه خلیج فارس ترسیدن، میبینی؟ اما اونه اونجا وایستاده، برای اینکه اون حسینی داره زندگی میکنه. به جهاد ادامه دهم با سنگ میجنگم، به خدا سوگند دست از یاری تو بر ندارم تا معلوم شود که تا زنده بودم ذریه پیامبر را حفظ کردم. به خدا سوگند اگر بدانم کشته میشوم و دوباره زنده میگردم، سپس مرا میکشن و در آتش میسوزانن و 70 مرتبه با من چنین میکنن، هرگز از تو جدا نخواهم شد. بعد حضرت ابا عبدالله صبح عاشورا نمازو که خوندن، دستور داد پشت خیمه ها رو خندقا کنن بودن آتیش درست کنه، مانع حمله از پشت بشه به خیمه‌گاه، چون میدونست با کیا داره میجنگه، اونا اخلاق ندارن. شمریوی خیلی شمر کنایه‌گو بوده، مراقب باشی. ما برگشت گفت میبینم که زودتر جهنم خودتو تو همین دنیا آماده کردی. بابا عبدالله گفت این مسلم آتیش گرفت از این حرف. گفت آقا جون شما میدونی من تیرانداز خوبیم، اینم الان تو تیررس کمان منه، اجازه بده من اینو شرشو کم کن. پاسخ ابو عبدالله گوش کنه، لا ترمه، تیر بهش ننداز، فانی اکره ان ابداهم بالقتال، بهش دست نزن، من نمیخوام آغازگر جنگ باشم. ببین جوری دوست داره ابو عبدالله که در محبتش دارید میبینید چیکار کرده، اما این دوست داشتنه موجب خرابکاری نشده. فکر کنید اینجا به آقای من داری فحش میدی، بگی که اومد، اما حتما تو سناریوی امام حسین این هست، ما آغازگر جنگ نیستیم، فردا میگن کشتن، یا خوب کاری کردن کشتن، شما جنگو شروع کردید، نمی کردید شاید صلح جواب میداد، شاید عمر سعد پشیمون میشد، شاید یزید پشیمون، شما کشتید دیگه به خونخواهی او بود. امیرالمومنین تو جنگش اینطور بود، هی پیک میفرستاد سمت سپاه معاویه، وای میستاد نامه امیرالمومنین میگفت جنگ منصرفشون کنه، طرف رو روی اسب جوجه تیغیش میکردن، انقدر با تیر بهش میزدن میکشتن. این باعث نمیشه همچین کاری بکنه. بعد که تو همون حمله اول هم مسلم شهید میشه، مسلم بن اوسجه، ضربه که میخوره حبیب با ابو عبدالله با هم میرن بالا سرش. حبیب میگه که اگر نمیدونستم که چند لحظه بعد خودم میخوام بهت ملحق بشم میگفتم وصیت کن برام، چون میدونم منم میخوام حالا چند ساعت دیگه به تو ملحق میشم دیگه، چند لحظه دیگه. گفت چرا وصیت دارم، کجا میری؟ گفت چیه؟ گفت فانی اوصی که به هادا، به زور میگه حرف میزد، میگه با دست شب عبدالله نشون داد گفت من تو رو وصیتت میکنم بی فقاتل دونه حتی تموت، نذاری زودتر از تو میدون برو، جلو چشش بجنگ تا اینکه بمیری. حبیب گفت به خدا یه کعبه چنین خواهم کرد. یعنی دوستی عجیب غریب برای امام، اینی سلمون لمن سالمکم، این که ما صبح تا شب داریم میخونیم تو زیارت عاشورامون، اما اثری تو زندگی های ما نداره.
یکی از کلیدی ترین مطالبی که بعد از عاشورا آموخت اینه که ممانعت های نظام جور و استبداد به رسمیت نشناس. نه ترس از بریگارد آهنیشون، نه ترس از جبر خود ساختشون، نه ترس از دندون نشون دادنشون. بشکن این حس رو، بشکن این قفس رو، نشناس، به رسمیت نشناس، چون اینا مزورانه تو رو توی سازوکاری قرار میدن. میشن امام او این چه سالهایی میگفتش که این سازمان ملل سوژه خود ایناست، درست کردن که با سازمان ملل ما رو کنترل کنن. ما نمیفهمیم، اما الان قشنگ میبینیم چه جور سازمان ملل در خدمت ایناست. گفت نندازن از این و چنگ و دندونشون میدن چما آقا هویج، هویجشون هم مسمومه. تازه بازی نخوری ها. آهای ابن زیاد علم میکنه یه نفر گردن زده و همین کارا نشون میده میترسه. تو اگه واقعا قدرت داری لازمش که تو گردن بزنی، میتونی حکومت رو میتونی مدارا کنی، بگیری جلو هر کسی خواستی. هر ببین کسی بد برخورد میکنه که ترسیده. شما نگاه کن، مثلا گربه داره رد میشه، بهش میگن پیشته. یه خانوما دیدی گربه رو میگن پیشته، اما سوسکو چجوری میزنن؟ اینقدر میزننش که جزئی از زمین میشه. میدونی چرا؟ چون گربه نمیترسه، از سوسک میترسه. این تکفیری ها چرا بچه شیعه رو اینجوری میزدن؟ چون میترسه. همین نشون دهنده ترس. کسی که قدرت داره که ترس نداره. یه بچه اومده پر پاش بچه، برو بگیرن بچه جون. متوجه چی میگم؟ نکته دیگه که باید برداشت بشه و این فکر میکنم نکته پایانی همشبمون باشه، که فراموش نکن هر کسی هر کجای تاریخ قرار بگیری، شیطان یه سری از این موانع رو بهش تحمیل میکنه. چه حسینی نشه، چه امام زمانی نشه، نشناس اینا رو به رسمیت، نترس. انتقوم لله مسنا و فرادا. اصلش بر اینه که یه رفیقی پیدا کنی با او بری بزنی به خط، نشد تکی به خط بزن. ثم تتفکر، بعدش یه فکر میکنی، نترس. این قشنگ داره بهت یاد میده. آیه قرآن گوش کنید. و اورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون، میگه قومی رو که به استضعاف کشیده شدن، به ضعیفی کشیدن، تو سری خور بودن. شما بنی اسرائیل دارید، اصلا نمیتونید تصور کنید بنی اسرائیل و فرعون چه بلای سرشون آورده بود. مرداشون هیچ شغل مدیریتی حق نداشتن، چون یه نفر از این بنی اسرائیل اومده بود تو مصر، شده بود عزیز مصر، قانون شده بود این بنی اسرائیل ها هیچ کدومشون نباید شغلی جز عملگی داشته باشن، فقط باید حمالی میکردن. برای همین در مورد مادر موسی اومده وقتی دنبال یه جعبه میگشت که موسی رو بذاره توش بندازه تو آب، کلی گشت تو بنی اسرائیل، کسی رو پیدا نکرد جعبه ساختن بلد باشه. یه قبطی براش ساخت، یه کسی که از فرعونی ها بود ساخت. اینجوری ضعیف پسراشون رو جلو چشش سر میبریدن، جرأت ارتداد نداشتن. کاهنانشون از روی نجوم و این مسائل و پیشگویا فهمیده بودن اون پیغمبر وعده داده شده به دنیا میخواد. اینم نمیدونست کجا میخواد بدونه، مختصات دقیق نداشتن، چون اتفاقات تو نجوم نشون داده میشه. بچه شد دستور داد هر بچه ای تو مصر از بنی اسرائیل به دنیا میاد سر ببرید. تمام بچه ها رو سر بریدن. شما ظلم رو نگاه کن، جرأت نداشتن صداشون در بیاد. بعد همینا اومدن گفتن تو همه پسر رو اینا رو داری سر میبری، نسل بعدی کی برای ما حمالی کنه؟ گفت خب کار دیگه نمیتونم. گفت چرا؟ ما یه چیزی فهمیدیم. گفت میتونیم بفهمیم این سال فرد به دنیا میاد یا سال زوج. گفت خب همین خوبه، برای همین یه سال در میون شروع که سر بریدن. هارون تو اون سالی به دنیا اومده که سال آزاد بود به قولی، موسی تو سالی که با سر میبریدن. این بنی اسرائیل. بعد زناشون هم به بی‌حیایی میکشوندن. میگه ببینید ما اراده کردیم این قومی رو که مستضعف و ضعیف نگه داشته شده بودن، مشارق الارض و مغارب حلتی بارک نافی ها، شرق و غرب این سرزمینی که مبارک قرار دادیم به ارث اینا برسه، دست اینا ببینم کی میخواد جلون بگیره. و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا
و دمرنا ما کان یصنع فرعون، و هر چی فرعون ساخته بود و پرداخته بود همه رو زدیم زیرش. این اراده شما، آیه قرآن هم اینه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونایی که ضعیف نگه داشتش اینه ائمه زمین خواهند شد، نجعلهم ائمه، اراده کردیم این اتفاق بیفته. حالا این باور دارید آقا ما میتونیم جلو آمریکا وایستیم؟ ما میتونیم 40 ساله وایستادیم یا نه؟ عین الاسدشون رو زدیم صداشون تونست در بیاد؟ می نگفتن اگه بزنید بیت رهبریتون رو میزنیم، حرم امام رضاتون رو میزنیم؟ کو؟ دیدی شدنیه؟ اصلا من به شما بگم انقلاب اسلامی برای این شکل گرفته که این حرفای قرآنی که برای یه عده انتزاعیه، فقط فکریه، عینی کنه. این رسالت این مردم. خدا مردم ما را رسولانی قرار داده که این پیام رو برسونن به کل دنیا. امروز تو کشورهای عربی صبح تا شب سواله که آقا 40 سال اینا تحریم هم، پس چرا روز به روز دارن منطقه رو میگیرن؟ پس چرا اگه اینا ضعیفن تحریمن، چرا صبح تا شب به ما دارید اسلحه میفروشید از ترس اینا؟ تحریم ترین کشور دنیایی، مدل تحریم ها که سر ما پیاده شده، هیچ کشوری تو دنیا بعید شبیهش باشه. باشه 2-3 تا کشور تو دنیا اینجوری. جاهایی هم که خرابکاری صورت گرفته اونجایی بوده که بنی اسرائیلیا خودشون خرابکاری کردن، ما خودمون از درون خرابکاری کردیم. بارها عرض کردم بالا رفتن قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم نداره، ساختار غلط بانکیمون، نظام ارزیمون مشکل داره، هیچ ربطی به اونا نداره. اگه بخوایم ربط هم بدیم منصفانه بگیم 10%. بابا دیگه سوریه رو شما نمیبینید؟ کشور در گیر جنگ، نصف مملکتش دست خودشون نبود، فلان به همان، اینجوری ارزش پولیمشون سقوط میکرد. این که ما ساختار بانکمون رو درست بکنیم، این که با کشورهای دیگه دنیا دلار رو حذف کنیم تو مبادلاتمون با چین، با ترکیه، بعد جالبه همین کشورها هم اینو میخوان، هم چین از ما میخواد هم ترکیه میخواد. این دست آمریکاست؟ این بخشش خودمونیم. این که هزاران میلیارد پول تو این مملکت هست و به سمت تولید نمیره دست آمریکاست؟ آقا جون شما برای ساخت خونه تو این مملکت چی لازم داری که لازم از خارج بیاری؟ بگو. کارگر نداری؟ زمین مفت نداری؟ کشور به این پهناوری؟ آهن نداری؟ سیمان نداری؟ آجر نداری؟ 0-100 یه خونه تو این مملکت ساخته میشه. همینو تو درست بکنی 300 تا شغل را میندازه. این هم تقصیر آمریکا. شما بیا طرحهایی بذاری که مردم تو وادار بکنی تو این طرحها به شرطی از اون مواهب بهره میبرن که کالای ایرانی بخرن. این کار آمریکا. بارا عرض کردم شما بیا 50 میلیون 100 میلیون وام جهیزیه بدید به هر کی میخواد ازدواج کنه، به خانواده دختر بدید به شرطی که جهیزیه ایرانی بخره. دوست نداره نخره، خدا پدرش بمونه، دست خودش. میرین چند تا کارخونه راه میفته؟ سال 600,000 تا ازدواج داریم. بگیم 500,000 نفرش این وام بخوان بگیرن، 500,000 تا یخچال، چند تا کارخونه باید بزنی برای 500,000 تا یخچال؟ 500,000 تا نم اتو، سشوار، چی هر چی که لازم توی جایزه باشه، لازم دارن برای زندگی که تشکیل بدن داشته باشه. کاری که دشمن میکنه اینه که بیشتر از آن که قدرت داشته باشد در تو القای قدرت میکند. فکر میکنی قدرت داره. برای همین شهدای کربلا یک کاری کنه که از اسرار عجیب غریب ایناست. این که اینا برای به میدان رفتن مسابقه میدادن، این ترسونده بود اونا رو. یکی از این صهیونیستای داخلی، از یهودیای صهیونیست، تلفن زده به یکی دیگه شون خارج از کشور، زمانی که این جبهه ها فیلمای اعزامش تلویزیون ما داشته پخش میکرد و داشتن سربند میبستن،
ریخته بودن به هم. این کسی که اون تلفن رو گوش کرده برای من میگفت بازنشسته یه جای امنیتی، میگفت فوش میدادن میگفتن آقا این همون پیشگویی حزب قیال نبیه، این هم همون نشانی که روی پیشانی ها دارن، اینا میرسن به ما. از چی؟ از اینکه فقط داشتن با خودشون میومده بودن. آقا تشییع جنازه از قاسم اینا رو ترسونده. شما یه ملتی رو پیدا بکنید رو کره زمین که رو تریلی تشییع جنازه انجام بدن. که این سیستم اصلا ریخته بود اینا رو برمینه، چون نمیترسن. اینا چرا مسابقه میدن برای اومدن تو جنگ؟ شما فکر کن خواهرم یه نگاه بکن، بالاخره ما مردا یه خورده حالا میگیم استقامت شاید بیشتری داشته باشیم. بابا مردترین مرد کربلا والله حضرت زینبه. این چه روحیه؟ یه چه نمیترسه، داد میزد سر ابن زیاد، ما رأی تو الا جمیل و من جز زیبایی ندارم. بابا تو رو خدا، بابا دست بچت میبره، مادر دست و دلش میلرزه، نمیتونه حرف بزنه. اصلا کنهو دوتا پسرش اصلا شهید نشدن، تنها دو نفری که پشت سرشون نرفت باشون بدبقشون نگه از بنی هاشم، تنها همین پسر خودشون. گفت یه وقت آقام شرمنده نشه بگی پسراشو به خاطر من داره میدون پشت سرم میام، نرفت. همه ما اصلا اینگار یه تکامل هر کسی رو داری میبینی. پیش من نیزه ها کم آوردند، از زبان حضرت زینب سلام الله علیه هاست، پیش من نیزه ها کم آوردند، به خدا سر نمیدهم به کسی، غیرت الله خیالت جمع، من که معجر نمیدهم به کسی. تو اگر که اجازه ام بدهی، خیش را پهلویت میاندازم، اگر این چند تا عقب بروند، چادرم را رویت میاندازم. چقدر میروند و میآیند، فرصت زخم بستن من نیست، آمدم درد و دل کنم با تو، جا برای نشستن من نیست. جلویش را بگیر تا بلکه دستم از رو سرم بلند شود، تو که شم را نمی کنی بیرون، پس بگو مادرم بلند شود. هر که گیرش نیامده نیزه، تکیه بر سنگ دامنش کرده. همه دیدند، دخترت هم دید، شم رخت تو را تنش کرده. تیر از بس که خورده بودی تو، بر تنت مثل پیرهن شده بود. نیزه هاشان تمام شد کم کم، موقع سنگ ریختن شده بود. نفست بین راه برمیگشت، موقع دست و پا زدن شده بود. بودم اما جلو نرفتم من، شمر آنقدر بد دهن شده بود. تکی را رو بود هر کس که، رو به رو با حسین من شده بود. هرچه کردن رو به قبله نشد، یعنی آنقدر پارتن شده بود. زیراندازهای خانه های دعات، زیرانداز خانه های دعات، کفن شاه بی کفن شده بود. این زن الگوی کربلاست، مرد تر از هر مردیه، آمده ایستاده، حجابش مانع شد. کدوم زن باید جلوه کنه تو کربلا؟ برای شما خانوما کدوم زن باید، کی میخواد الگود باشه؟ به خدا نمیخوام از این حرفای تکراری بزنم. کدوم زن؟ زنی که توی تبلیغات توی مملکت خودمون برای فروختن شیلنگ دستشویی، شیلنگ دستشویی دور گردنش بندازن عکس بگذاش بگیرن. زنی که کنار هر تبلیغاتی باید دیده بشه، زنی که صرفاً جسمش باید دیده بشه،
یعنی تو هیچ کارآمدی دیگه ای نداری جز جسمت؟ یا زنی که در تحیر بمانی، این مرد یا زنه، وقتی فریاد زد تو کوفه، مردم کوفه گفتن علی زنده شد، گفتن این لحن لحن علی ابن ابی طالبه. چیو میخواییم مبنا قرار بدیم؟ و توی زن تا چه این زنانگی جسمی تو داری برای مردم میتونی جذابیت باشته بشه؟ تا همونقدر که این جذابیت رو داشتی میارزی، تموم بشه تموم شدی. برای این ببین طرف تا با پا به سن بذاره خوشگلی شاید دست بده تمومه، خداحافظ. همین آقایون میرن سراغ جوانترا، مرد 70-80 سالش میره دختر 18 ساله میگیره. اما ابن عباس نقل میکنه ما هر بار میخواستیم از زینب نقل بکنیم حدیثی، میگفتیم قالت عقیلتنا زینب. عقل ما بنی هاشم، عاقل ما بنی هاشم زینب گفت. امشب ما میتونیم از خواسته ها داشته باشیم، یعنی از زینب بخوایم کمکم کن. تا نگریت تف چه جوشت لبن، تا تو نخوای چی بهت بدن؟ میشه شب آشتی با امام زمان، شب آشتی با معنویت، شب این که خدا این اسرار رو بر من مکشوف کن. میخوام که اومدم با پای خودم اومدم، میتونستم جای دیگه باشه من. این باید مبنای ما باشه. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو رو سوگند میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، هرچه سریتر فرج مولا و امامون رو برسونی. خدای این مردم 40 سال جلوی خیلی از سختی ها، جلوی خیلی از دشمنی ها، فقط به امید حسین تو و با همون شعار هیهاد من نزله حسین تو ایستادن. به این مردم رحم کن، کسایی که دارن خدمت میکنن به این مردم رو خدای کمکشون کن، تأییدشون بفرما. و اونهایی که دارن ضربه میزنن از داخل، چه در داخل چه از خارج، اگر درست بهشون نیستن خودت نابودشون بگردن. خداوند ما پسند که شیعه امیرالمومنین دستش رو کسی بلند بشه. خدایا از ثروت خودت، از دارایی بی نهایت خودت به عمر و جان و سرمایه و دنیا و آخرت شیعیان و محبان امیرالمومنین برکت بده. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بده. سه صلوات نبفرمایید.